در رابطه با کتاب عرض کنم که پیش از اینکه نکاتی دیگه هم گفتنی داشته باشم، در کلیت کتاب یک روایت نو است، چیزی با ارزش است و خصوص تا هنوز در همین عرصه به این گونه نوشته نشده. ادبیاتی را برای ما و شما معرفی میکنه که فراموش کرده بودیم، حداقل نسلی شما ندیده بود و ادبیات و کتاب ها تقریبا همون جراید و مجلات هم نیست، ناشنا یا بیگانه بودن بود و از این نگاه بسیار با ارزش است که یک گنجینه ای ره که بخشی از تاریخ و ادب و سیاست ما است او را به معرفی گرفته، ما را با او آشنا میکنه. اهمیت دیگه ایش هم هست که این ادبیات یا همین نوشته هایی که از جریان چپ صورت گرفته و یه نقل شده تقریبا آغاز بیداری و تحولات در افغانستان است. یک وقتی من در تاجیکستان رفته بودم، تازه اونجا مظاهره میشد، نظام سوسیالیستی تازه مسال سقوط کرده بود، یک 5 نفر 10 نفر یا 20 نفری میبرامدن مظاهره میکردن، یکان حرفی برالی دولت میگفتن. در انجمن نویسندگان داخل شدم، چند نفر که استاد بودم پشت شیشه میگفتن این مردم دیوانه شده شد، برالی دولت گم میزنن، برای دولت هم کسی گب زده؟ در ذهنش در تصورش نمیامد که کسی علی دولت گب بزن. جنبش چپ در افغانستان اینمی چیزی را که در تصور نمی آمد انجام داد. فرضاً او دوران استبدادی که در دوره نادرخان و در دوره هاشمخان صورت گرفته بود، اصلاً انسانی که سرش به تنش می ارزید زنده نمانده بود. هاشمخان ختم کرده بود، کسی که در خانهش هم رو کدام حرفی مخالف میگفت یا احساس میشد که شاید یه گپی را بگویه بره میکشت، نه تنها خودشه که خلیلی میگه در خاطراتش نوشته که مرا بردن زندانی کردم، من خودکشی کردم و رگ دستش زده بود و در حالتی رفته بود که باز نجات یافت. باز پرسان میکنم چرا این کار را کردی؟ میگفت من میفهمیدم وقتی که مرا آوردن حتما تمام خانواده ما آوردن، زن و بچه و اولاد و دکتر و کلی از یاد از زندان است، خواهم این من کشته شدم که اونا نجات پیدا کنم، ما را خاص به خاطر ما آورده دیگه. کدام گناهی داشتم و نه هیچ کدامی از او. بعضی از خویشاوندها قسمی بود که در عمر یا سالهای سال ندیده بودیم، منطقه وابستگی داشت. این همه قسمی اگه استبداد سپری کرده بودیم که تازه هاشمخان از دنیا رفت و شاه محمود به قدرت آمد. شاه محمود که آمد یک کمی یک دموکراسی نمبندی ایران شد. اون وقت است که محمودی و غبار و اینا حرفای برای گفتن دارن و بسیار سریع و روشن تظاهرات بسیار آتشین میکنن تا دروازه های عرق میره بردن محمودی و دروازه عرق صدا میکنه برای سربازا که موتو از یک تبار هستیم، ما و تو یک رنج میکشیم، نوکری از این درباری ها را نکنین، بیاین که یک جا شویم یا را سرنگون کنیم. اینه من قسم شعار دروازی عرق میدادن. به هر حال این بیداری را و این شامت را چپ ایجاد کرد، اما این حرف اینا عنوان کردن آیسته آیسته باز در باره نظام حرف هایی بود بعد از او گفته شد و چند سال بعدی که با دوره دموکراسی آمد و عذاب مختلفی دیگه ایجاد شد، نشریات آزاد آمد. مرحله بعدی بود در آغاز اینا این یک ابتکار خاص به نام از یا میتونه ثبت شدن، ادبیات نو آوردن، شکل نگارش و بیان نو بود، تحلیل نو آوردن، اصلا تحلیل و بررسی اوزو نبود، هر چیزی که نظام میگفتم برای میشنیده میرفتیم. برای اولین بار بود که اینا جریان چپ حرفایی را آورد که انتقاد میکرد، استدلال میکرد و توجیه میکرد که اینش چنین
نقیصه داره و یا این غلطی ها را داره، برای اولین بار اینا این مسائل آوردن و به خصوص با اصطلاحات خاصی اقتصادی و سیاسی هم و زمان اینا آشنا ساختن جامعه. کسی از نظام طبقاتی و عدالت اجتماعی و سازمان های آزاد بخش و از این مسائل یا آشنایی نداشتن یا بسیار کم بود. اصلا شرایط امروز نبود که همه جای شما مراجعه کنین، کتاب باشه و رسانه باشه و شما استفاده بتونین، چنین چیزی وجود نداشت. بنان از این نگاه نقش بسیار بزرگ داشتن و در مسائل مختلف فلسفی و علمی و اجتماعی نکات جالب را مطرح کردن در رابطه با فیودالیسم و طبقات و مسائل دیگر. اما از این که بگذاریم، این اهمیت وجود داره که نقش پیشرو داشتن و جامعه اثرگذاری کردن. اما در کتاب حالی که میبینیم، در کتاب قسمی بررسی آمده که فرضاً در یک جایی گفته میشه که سرانجام به 1308 میرسیم و آغاز یک دکتاتوری نادرخان. برای نخستین بار بورژوازی به صورت یک طبقه در کشور ظهور میکنه. برای رشد اقتصاد چارچوبای مشخص را تعیین میکنه. در سال 1308 یه وقت ما از بورژوازی خبر نداشتیم، از فیودالیسم هم دقیق زیاد چیزی نمیفهمیدیم. مردم به زور زندگی با خرم نمیر داشت، حیوان خر و اسب داشتن، یک سر گندمی بود. اصلا فیودالیسم هم چندان قسمی که میگیم، فیودالیسم هم در افغانستان و قسمی که گویا طبقه دیخان در اوج رسانده باشه و با او کدام مبارزه صورت بگیره، چون این چیزی وجود نداشت. بنان این یک برداشتی هست که میشه در بارش فکر شود. یا گفته میشه که ما بر این باوریم که در مقابل تمام مصائب و مشکلاتی که سبب که سنت و سرمایه‌داری به بار آورد، چپ یگانه نیروی است که استوارتر و محکمتر و مرورزیده‌تر از گذشته ایستادگی می‌کند. سوسیالیسم پناهگاه همیشگی بشریت است. نویسنده کوشیده تا از لابلای پژوهش در تاریخ و فلسفه و پیوند این دو با وضعیت کشور امید را به سرخوردگان و ناامیدان بازگرداند. با بررسی تاریخ و فلسفه نشان میده که سوسیالیسم امید و پناهگاه بشریت است، در حالی که در تاریخ و فلسفه تا حال که شکست خورد سوسیالیسم. تاریخ هم ثابت است، در فلسفه هم تا هنوز نتونسته که کاملا از خود دفاع بکنه. از این خاطر میتونه یک مشکل باشه. و گفه دیگه ایست که کارنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان که خب یک حزبی که اینو به قدرت رسید، فرصت طولانی هم داشت و بر قدرت بزرگی هم در کنارش بود، او کارنامه هم نشان داد که قسمی که لازم بود پناهگاه بشریت نشد. برعکس، حتی بشریت تقریبا در محدوده ای که بود تباه کرد، در حالی که میتونست چنین نشود. یا این نقص هم او را ما در امر در سوسیالیسم یا در اندیشه نمیگذاریم. در کم تجربگی کسایی بود که دنبال مسئله را دنبال میکرد.
لب کتاب حاکمیت باید حاکمیت مردم باشد و این یعنی حکومت شورایی، حکومتی که در این نظام اقتصاد سوسیالیستی و بر اساس خواست و اراده جمعی مردم شکل می گیرد. یادشت شده ایشد فرصت ارائه شدن بیا پا تا که استفاده ما و شما تکمیل شود. ما تمام کتاب نتانستم مطالعه بکنم، منتها پیرستش و عناوینش و عمومی به اصطلاح سرسری یک ورق گردانی کردم. لذا نکاتی قابل تفسیره چند تایی هست که در مورد نام، در مورد فصلبندی، در مورد کمبودی که باید او تکمیل می شود و درباره نتیجه گیری ها ما حرف های یادداشت کردم. در مورد عنوان کتاب یا سوسیالیسم یا توحش، ایف امودو یا در اول و در مابین ایره افاده می کند که در سیستم های و سیاسی و اقتصادی یا سوسیالیسم است، اگر نباشه توحش است. گرچه نویسنده ذکر کرده که این عنوان نو نیست و این در جاهای مختلفی از طرف علمای مختلف و نویسنده های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند، اما یک شعار تبلیغاتی است که این جمله یا این عبارت به حیث یک شعار تبلیغاتی شاید بسیار مورد استفاده بوده باشه و آینده هم مورد استفاده قرار بگیره، اما از لحاظ تحلیل های سیاسی، اقتصادی و فلسفی به نظرم موجه نیست. چرا؟ در بسیاری ممالکی که سوسیالیسم نیست، توحش نیست. اونجا عالی‌ترین سیستمی با در نظر گرفتن منافع اجتماعی، مخصوصا منافع اکثریت زحمتکشان در نظر گرفته شده و توحش نیست. و در مجموع ممالکی که دموکراسی است، ممالکی که اونجا جنگ نیست، آرامش هست، ممالکی حتی که امپریالیستی هستند، گرچه در جهان در سیاست مستعمراتی و سیاست نیوکلونیالیستی و سیاست امپریالیستی خود بر علیه عدالت اجتماعی بسیاری کارها را کردند، اما در داخل ممالک خود قوانین خود تطبیق کردند و برای ارتقای سطح زندگی مردم خود کارهای قابل توجهی را انجام دادند که ما امروز هم در ممالک اسکاندیناوی، در ممالک در جرمنی، در فرانسه و در بسیاری ممالک، حتی در امریکا و در انگلستان او را متوجه هستیم، میبینیم. و از ممالک عقب مانده مردم از این لحاظ کوچ میکنند، میرند به اروپا و به امریکا که اونجا شرایط زندگیشان انسانی تر است و حقوق مردم، مخصوصا حقوق بشر رعایت میشن و سطح زندگی اونجا بلندتر است. لذا به این مورد گرچه حال خو آمده به حیث یک شعار تبلیغاتی از این استفاده شده میتونه. دومی مثل که اگران پر صاحب تذکر به عمل آورد، کتاب قابل قدر است، مغتنم هست، کمک هست با کسانی که میخواهد سطح معلومات خود و شعور سیاسی خود بلند ببره و هم برای محققین و نویسندگان به حیث یک ماخذ و یک منبع، چرا که نوشته های سابق حالا در گرچه چاپی بوده در هیچ جایی حتی در کتابخانه ها کاملا کلا پیدا شده نمیتونه و مخصوصا شبنامه ها و مرامنامه ها و اساسنامه ها و یه طور چیزهایی که
در کدام کتاب هم نشر نشده به رونمو روزهایی که توضیح شده بوده به دست کسی اگر رسیده تا حالا باز کجشان نمانده ای که در یک مجموعه جمع شده به دردی محققین و به دردی نویسندگان حتما میخورند و به دردی علاقه مندان و کاری هست قبیل قدر. اما در این در پهلوی این که در مورد انگار، در مورد ندای خلق، در مورد روزنامه خلق یا اخبار خلق، در مورد پرچم مقالات زیادی گرد آوری شده، اما در مورد حزب وطن یک خلایی موجود هست که اونجا من حیث حزب، من حیث یک گروه رهبری حزب وطن از نویسنده هایش مقاله هایی را جمع‌آوری نشده که باید میشد. البته از غبار صاحب مقاله اقتصاد مایش آورده شده و در مورد افغانستان در مسیر تاریخ کتابش تبصره مفصلی هست، اما او در مورد شخص، در مورد نظریات شخص، در مورد تکمیلاتی که یا پیشرفتهایی که در نظریاتش به وجود آمده آدم فهمیده میتانه، اما در مورد مجموعی رهبری حزب وطن و نظریاتشان یک خلایی موجود هست که اگر چاپی دیگه میشد، اگر این در نظر گرفته شود، مفیدیتش بیشتر خواهد بود. نکته دیگری ای که در اخبارهای نشر شده دموکراسی وقتی شاه محمود خان مقالات پارسیش از انگار و از وطن و از وطنی از خلق و از دیگر بعدن از دموکراتیک خلق، از اخبار خلق و هم از پرچم گرفته شده، اما تذکر داده شده که مقاله های پشتو از این لحاظ از قلم مانده که ما به پشتو خوب وارد نبودم، اما ما یقین دارم که کسی که به سطح صنف 12 تحصیل داشته باشه او حتما به پشتو میفهمه، چرا که پشتو در تمام صنوف به حیث یک مضمون هست و مخصوصا کسی که باز فاکولته خوانده باشه خوب مضمونی پشتو را حتما خوانده و میتونست که اقتباسات و انتخابات از مقاله های پشتو هم بکنه تا که مفیدیت کتاب بیشتر بوده باشه. دیگه از این لحاظ که پروگرام وقتش محدود است و دیگه افراد هم بر پلان هستند که گپ باید بزنند، ما کوشش میکنم که خلاصه شود به مورد امی عنوانش که یا سوسیالیزم یا توحش. در متن ایتور جایی که ایره توضیح بکنه، استدلال بکنه و ثابت بسازه ایتور جایی را من ندیدم، ورنه ایتور عنوانی که داده میشه برای اثباتش باید توضیحی موجود باشه در متن. دیگه در متن بعضی جاهای، بعضی نکاتی، بعضی مقاله هایی مثلا در مورد محمودی یک ترجمه ایش از افکار فروید آمده و یا در توضیح در مورد افغانستان در مسیر تاریخ و در مورد نظریات غبار مسائل فلسفی نیو هگلیست ها آمده یا هگلیست های جوان و مسائل فلسفی اونجا تاو بالا شده که بالکل با اصلی موضوع تاریخ سیاسی و اقتصادی افغانستان هیچ سر نمیخوره، یک وصله نجور وای معلوم میشه که او سقلت هم داره و بالای مغز خانینده ها سقل ثابت میشه، لحاظا اگر ممکن بود و موافق بودن در
چاپ دیگری شاید در این مورد تجدید نظر بکنند. همچنان در مورد محمودی گفته شده که او سوسیالیست بود و سوسیالیسم را تبلیغ می‌کرد. اما ما در کتاب‌های مختلفی که در مورد تاریخ افغانستان و در مورد محمودی صاحب فقید مطالعه کردم به این نکته بر نخوردم که او را سوسیالیست بدانند. گرچه فامیلش بعدن که اخبار شعله جاوید را نشر کردن برای سوسیالیزم تبلیغ می کردن، اما خودش گمان نمی کنم که سوسیالیست بوده باشه و اگر باشه یک مقالهش، یک نوشتهش، یک سند لازم هست که در پهلوی ادعا موجود باشه. برای اینکه وقتی کسانی که در پروگرام هستن نگرفته باشم این کوتا می سازم. در مورد حرفهای آبیانپر صاحب فرموده های بسیار خوب و آموزنده ای داشتند، اما در مورد حکومت کلکانی که او را یک جنبش دهقانی گفته او را سهو می دانم، چرا که در جنبشش هیچ شعاری، هیچ خواستی در مورد منافع دهقانها موجود نبوده و یک جنبش عمومی دهقانی نبوده، بلکه یک گروه مصالحه‌ای بودند که بر اساس شرایط مساعدی او وقتا تانستند قدرت بگیرند. لذا از جنبش های دهقانی کارشان و اعمالشان و فعالیت هایشان بالکل بدور است. نکات قابل تأمل و قابل تذکر و تبصره بسیار بوده هم در کتاب و هم بر فرمایشات آریانپر صاحب، اما از لحاظ اینکه بالکل بحث به حاشیه نروه ما حالا ختم می که وارد خود بحث کتاب شوم. یک تفسیر بسیار کوچیک روی صحبت آقای آریانپر می کنم. اما با بخش صحبت هایشون موافق هستم، با بخش صحبت هایشون موافق نیستم، تا چون فرصت کم است نمیشه روی تمام از این مورد ها بحث کنم. تا دو نکته شاید آوریم. یکی اینکه میگه که جنبش چپ برخواسته از متن واقعیت های موجود اجتماعی نبود، بلکه یک پدیده بیرونی بود. دیگر بس که همیشه گفته شدن تا واقعیت ندارد. ببینید دورکایم یک متفکر جامعه شناسی است و یک از پدران جامعه شناسی است. دورکایم یک اصطلاح خیلی مشهور داره، میگه سوشیال فکت ریلیتد تو سوسایتی، واقعیت های اجتماعی ریشه در جامعه دارند. شما هیچ واقعیتی را در جامعه پیدا نمی‌کنید که برخواسته از متن جامعه نباشه. درست است چون بیش چپ رابط های سیاسی و بین المللی داشت که هر حزب داره در جامعه، ولی به این معنا نیست که جنبش استالین ساخته باشد یا احسان تبری به ایران ساخته باشد. به طور نمونه من معتقدم که اصلا وضعیت موجود اجتماعی یک سری نیروهای انقلابی را در درون خود پروراند. این موضوعات موضوعات اقتصادی بود، موضوعات فرهنگی بود، موضوعات سیاسی بود. موضوعات سیاسیش خود از ما اشاره کرد. جنبش چپ در شرایط سربلند میکنه که استبداد حاکم است و هیچ کسی توان گفتن به دربار و شاه نداره. وقتی که یک تعداد جوان دانشگاه خوانده، یک تعداد جوانی که مکتب خوانده، با مجله ها آشنا است، از دموکراسی چیزایی شنیده و خبر شده، اینا خبر میشه که جهان در جهان چه وضعیت حاکم است و در افغانستان چه حاکم است. این وضعیت اینا نمیپذیرن. و همچنان که در قریه ها میره جوانی که دانشگاه خوانده، مهندون خوانده، میبینه که در اینجا خان و ملاک و فودال حاکم، این وضعیت روستایی جوان افغانستان نمیپذیرن. جوانی که فلسفه خوانده، دانشگاه خوانده، وقتی که میبینه که در جامعه به جای عقل و علم و خرد خرافات حاکمه، این وضعیت نمیپذیرن. چی در خوست میره، چی در بدخشان میره، چی در جای دیگه. وقتی جوانی تحصیل کرده دانشگاهی افغانستان میبینه که برای رشد زراعت به جای از اینکه ما از علم و تکنولوژی و
داروهای کیمیایی استفاده کنیم، ما میریم نظر میکنیم سر خیرمندی مایی وضعیت نمیپذیرم که باید وضعیت این میشه. از طرف دیگر وضعیت طبقاتی هست، در این کتاب هم بحث شده. در افغانستان چنانچه ببرای کارمل هم در یک از سخنرانی خود در یک از نوشته‌های خود ذکر میکنه 60% زمین افغانستان در اختیار 6% از مردم های افغانستان است. وقتی که جوان تحصیل کرده و دختر تحصیل کرده و بچه تحصیل کرده افغانستانی وضعیت میبینن نمیپذیرن، اونم که نیاز به یک جنبش اجتماعی است. ما خدمت اینا عرض بکنم پیش از اینکه اینا روابط سیاسی با ایران ایجاد بکنه یا با روسیه ایجاد بکنه، در درون افغانستان اینا نیروهای محترز است. سلیمان لایق از مدرسه اخراج میشه به خاطر احتراز است، وارد پوهنتون میشه از پوهنتون اخراج میشه به خاطر احترازش است، بحرالدین باعث از بدخشان میه میره در دانشگاه شرعیات احتراز میکنه از دانشگاه اخراج میشه، ببرگ کارمل از دانشگاه اخراج میشه زندانی میشه، حتی کارمل نمیگه در دانشگاه در زندان سوسیالیسم فراد داره، میگه ببرگ کارمل با میرک بر خیبر آشان شد و اونجا با سوسیالیسم باشن یکی داره. بعد هم خود میرکبر خیبر یک آدم است که کادمی نظامی خوانده، هیچ جرمی مرتکب نشده، اسلحه گرفت علیه دولت استاد نشد، نشریه تاسیس نکرده، اما اون روزی که قرار از شهادت نامه محصلین فاروق تحصیل دانشگاه رو توضیح بکنه چی کی را نمیده، شهادت نامه میرکبر خیبر را نمیده و این جوان نمیپذیره وضعیت. نور محمد ترکی خودش کارمند دولت است، در واشنگتن است، یک مقاله در واشنگتن پست می نویسه از دولت شاهی اعتراض میکنه، انتقاد میکنه به خاطر از سفارت اخراج میشه. همین رقم هم دیگر را هم ذکر بودیم. پس اینمی جوانایی که از یک طرف جهان دیده، از یک طرف دانشگاه خوانده، از یک طرف وضعیت بعد افغانستان رو میبینه، اینا میگه ما باید یک راه برای پیدا کنیم. پس در نتیجه جنبش چپ محصول دردها و رنجهایی هست که در داخل افغانستان و فعلا هم هست. یک موضوع که باز هم گپی درکای ما تاکید میکنیم که از نظر جامعه شناسی سوشال فکت ریلیت تو سوسایتی، یک مورد باوری دومی نامیدن که جنبش چپ فعلا در جهان کارش تمام شده. من فکر میکنم واقع نداره، همسایه ما چین یک کشور کمونیستی است. ما در هندوستان تحصیل کردم، در هندوستان 700 حزب است، حزب بی جی پی اول است، حزب کنگره دوم است و حزب کمونیست حزب سوم است. در خود آمریکا نویسندش کاندید بود و رادیکال و میگفت من سوسیالیست هستم. 40% مردم طرفدارای حزب دموکرات به یادم رای داده بود. در انگلیس دو تا حزب است، یکی حزب کانسرواتیو حزب محافظه‌کار است و یکی حزب کارگر، حزب کارگر حزب سوسیالیستی چپ است. در نروژ، در سوئد، در فنلاند، در دانمارک احزاب چپ فعلا حکومت میکنن، سوسیال دموکرات هن اینا. در خود آلمان حزب سوسیال دموکرات حزب چپا حزب دوم است. در کره شمالی، در چی، در کوبا، در بسیار از کشورهای آفریقایی، در ویتنام، در سریلانکا، در بسیار از جا فعلا ما احزاب چپ داریم، نه در قدرت هم. از نظر سیاسی، از نظر علمی شما سه تا متفکر جهان نام بگیریم، سه تا تاپ ترین متفکر جهان نام بگیریم، حتما در بین از سه تاش ما سه تا چپ نام بگیریم، ژیژیک، هابرماس، آلن بادیو. اصلا جامعه مدنی اروپا در اختیار چپ قرار داره، علوم انسانی را که تکان داده جنبش چپ در جهان تکان داده، هم در گذشته و هم امروز. یک نفر میگه گفت هیچ کسی به اندازه دو آدم علوم انسانی را تکان نداد، یکیش میگفت مارکس است و یکیش هم فوکو، و امروز هم در حقیقت اگر علم تغییر پیدا میکنه نمیست نقد سیاست امروز کی میکنه؟ یا چومسکی میکنه، یا ژیژیک میکنه، یا هابرماس میکنه، که کی است؟ و همه کمی امروز ما در افغانستان جمع شیم این کتاب مینویسیم نشون میده جنبش چپ شکست نخورد. پس و بخصوص یک گفتگو در پرگار بود، میگفت سوسیالیسم تا دورانی هست که کاپیتالیسم وجود داره، تا دوران کاپیتالیسم از بین نره سوسیالیسم هست، پس اینا هم جنبش چپ در جهان شکست نخورد. من فکر میکنم وقت زیادترم روی چی شد، روی جواب دادن در اینا شد، بس سراخ کتاب بود. برحال من از صحبت های اینا استفاده کردم، تا دیگاه من با اینا موافق نیست. نوشته کردم بعد من یک مقدار خاطره گویی میکنم، بعد که نیت نوشتن کتاب دست شما بیه، بعد اگر نکاتی هم در داخل صحبت ها بود اونم جواب بدم. زمانی که من شهرکشی پالیدن مرگ و زندگی در کابل در نوشته کردم سال 97 سفر داشتم به هرات، یک پیرمرد
و قلم شیشته بود به داخل تیاره. این کتاب مرکدید گفت که خیلی خوبه که شما در مورد جنگ و انتحار اینا، چون گفت کتاب در مورد چیز انتحار و انفجار و این چیزا خیلی مهم نیست. بعد گفت که خیلی خوبه که در مورد این وضعیت می نویسیم، ولی ای کاش که یکی پیدا شه که همین گذشته ما را هم بیایه بررسی کنه. نکته جالبی که پیرمردم داشت که کمتر در آدمای مسن میتونستیم ببینیم این بود که ای به شدت نفرت داشت از چاپلوسی که در دوره دربار زایشه در دوره سلطنت زایشه در افغانستان رواج داشت و ای میگفت که ای مثل یک عقده در من هست که هنوز هم کسی نیومده نمو خاطرات تیره او زمان بیای بررسی کنیم. خب و ای باعث شد که من با ای که با آقای امیری هم قول داده بودم به او نشست تاریخ سلطنی که دیگه رجوع میکنم به تاریخ و ای آخرین کتاب من هست که در مورد تاریخ، ولی باز برو از این پا گذاشتم. ای دفعه هم باز من از اون سال 97 شروع کردم به بررسی ای تاریخ افغانستان که واقعا چون کتاب تاریخ سلطنی تا اواسط قرن 19 بررسی شده بود. به این قرن 20 چه گذشته بر ما؟ برای همین شروع کردم دوباره به خواندن بعضی از اون متونی که قبلا خوانده بودم و یادداشت برداری از بعضی از متون تازه و به ویژه آثار چپیا در سراسر جان، بعضی از این آدمایی که نخوانده بودم، بعضی از آثار معور نخوانده بودم، یکی دو اثر از لینین نخوانده بودم، اینا رو ما دوباره باز رجوع کردم به اینا که ببینم این کسایی که در افغانستان کار کردن تا چه میزان هماهنگ بودن با او جهان معنایی که چپ در غرب جور کرده بود، اینا تا چه اندازه با او هماهنگ بودن و تا چه اندازه منحرف شدن از او. دلیل هم اینه که ما از خردکی به ما یاد دادن که چون من خود یک بچه مجاهد هم، پدر من از سران جهادی حزب جمعیت در هرات آدمه، به هرات آدمه چی هم هست، سرشناسی هم هست، به ما از خردکی آموزش داده بودن که چپ افغانی در کل امی پروبلماتیک و امی مسئلهی که در افغانستان مطرح بوده ایر اساساً از بنیان اشتباه فهمیده. برای امی حداقل نیت اولیم ای بود که نشون بدم که اینا اشتباه فهمیدن قضیه، ولی وقتی که رجوع کردم به تاریخ افغانستان دیدم که خود به خود تاریخ معاصر دو شعبه میشه. یکی او اقتصاد سیاسی افغانستان است که واقعا نیاز داشتیم، ما به نظر من نیازم داریم برای امتداد این کتاب، ما نیاز داریم که بر روی اقتصاد سیاسی افغانستان بعد از این هم کار بشه و به من عجیب بود که روی اقتصاد سیاسی کار نشده بسیار. مسئله دوم این بود که نه، او چپیایی هم که در افغانستان وجود دارن، حضور داشتن و فعالیت کردن، اینا هم کل این چپیا، بخشی از این چپیا واقعا منحرف شدن از اون، ولی اکثر این چپیا قضیه اصلا اشتباه نفهمیده، واقعا زاده دوران خود خوب بودن، واقعا مسئله رو درست بررسی کردن و منصفانه بدون جهتگیری و بایی که در درون احزاب کار میکردن. برای همین من خودم هم تصمیم گرفتم که کتاب رو یعنی این دو شعبه، دو شاخه‌ای که داره به همین تقسیم کنم. نیت اولیه من نقد اقتصاد سیاسی افغانستان و برای همین این جست تاریخی را تاریخ معاصر افغانستان به عنوان کسایی که دشواره مسئله گون افغانستان را فهمیده بودن من کشیدم بیرون، فکر میکنم من کشیدم بیرون. یکی محمد قبار بود، دوم عبدالرحمن محمودی بود و نفر سوم اکرم یاری بود. به نظر من این سه نفر تونسته بودن اصل مسئله اساسی و موزل بنیادین اقتصاد و سیاست و اجتماع افغانستان دریابن و اویی بود که حمله نباید به صرف اشرف‌گنی باشه، حمله باید او ساختاری باشه که اشرف‌گنی از درون از او زاده میشه، اشرف‌گنی تبلور او ساختاره. و اینا فهمیده بودن که نقد اساسی باید اقتصاد سیاسی افغانستان باشه. جدا از این سه نفر، شما هم اون رقمی که بشرمل توضیح داد،
با نوشته های مختلف و آدم های مختلف با بعضی همدلترین، با بعضی از اون فاصله میگیریم، مثلا با خیبر همدلترین و مثلا به نظر من با بعضی از نوشته های ترکی از اون فاصله میگیریم. و چون خود من نه پدر من از احزاب چپ بوده، نه در خاندان ما کسی نام چپ را شنیده بود، اینا میتونستم با یک فاصله از اون هژمونی که داره، با یک فاصله از اون مرکز اقتدار چپ صحبت کنم، یعنی بدون دینی داشتن به حزب خط، دینی داشتن به حزب پرچم یا شعله یا سازمان راهی، میتونستم از دور اینا رو نظاره کنم و به این لحاظ بی‌طرفی در درون خود بررسی جریان چپ به نظر من در درون کتاب هست، یعنی بدون غرض‌ورزی من آمدم یه آدم رو بررسی کردم و البته این نکاتی که میگم از اینا میتونم دفاع کنم، یعنی اینا فقط به صرف هم برمانه چینیم. اما در مورد سوالاتی که مطرح شد که من فکر میکنم بعضی از اینا زاده یک نوع سوی تفاهمه. مسئله اول ظهور بورژوازی در افغانستان که استاد گفتن شده و 13-8 نویسنده آمده نشان داده که بورژوازی در افغانستان در 13-8 شکل گرفته، در حالی که چنین چیزی نیست و افغانستان یک جامعه 90% دهقانی بوده. این خود من آوردم در داخل کتابم، آوردم که افغانستان در دوره نادرخان یک جامعه 90% دهقانی بوده. اما برگرها کیا بودن؟ کسایی که وابسته به معیشت شهری، یعنی ما نباید بورژوار با سرمایه‌دار یکی بگیریم، چون سرمایه‌دار بورژوار نیست. در حال حاضر اکثریت شما برگرین دیگه، کسی این که در داخل شهر به اساس سازوکارهای اجتماعی اقتصادی سیاسی شهری دارین زندگی میکنین دیگه، بیشتر شما زمیندار نیستین، بیشتر شما صاحب کارخانه و کارگاه هم نیستین. برمی اولین گروهی که وابسته بوده معیشت اونا به زندگی شهری، اینا بورژواهای افغانی بودن که از 13-8 تا دوره اول محمودی شما میتونین اینا رو به صورت پریدوری نقطه نقطه در ولایات و مرکز کشور به خصوص پایتخت اینا رو میتونین شناسایی کنین. این طبقه شکل میگیره و اقتصاد سیاسی که در همی دوره شرقی میگیره برپایه، یعنی اون چیزی که من عنوان زدم سرمایه مالی. سرمایه مالی چی از خیلی چیز ساده، تعریف خیلی ساده داره. یک طرف از این نظم سرمایه مالی چی قرار داره؟ کارخانه ها، کارگاه ها، یعنی بخش تولیدی قرار داره. طرف دیگه سرمایه مالی چی قرار داره؟ بانگاه ها. بانگاه ها به طرف دیگه، بانک ها به طرف دیگه. کلمه‌ای که بشرمل استفاده کرد به نظر من خیلی جالبه، من به داخل کتاب استفاده کردم، گفت شرکت‌های تولیدی. بله اینا واقعا کارخانه نبودن، اینا با این که کارخانه بود آدما داخل اینا کار می‌کردن، ولی اینا شرکت بودن، یعنی مثل شرکت برشنا در حال حاضر، کارخانه‌ای که در اون تولید میشه اما فروخته شده به شرکت. سرمایه شرکت به کجاست؟ به بانک. بانک کی تأسیس کرده؟ جناب زوگلی. طرف سوم، یک طرف گفتیم که شرکت ها قرار دارن در اصل به اون نام قدیمی و کارخانه ها و کارگاه ها قرار دارن، طرف دیگه بانک ها و بانگاه ها قرار دارن، طرف سوم دولته و ایس در اصل زاویه اینا به همدیگر پوشش میدادن، همدیگر تمویل میکردن و در اصل تاریخ نیم قرن اول تاریخ معاصر افغانستان اینا شکل دادن، اینا رقم زدن. و من امیر آمدم، خود من خیلی خلاصه فقط امیر میگم که ایر آمدم توضیح دادم و بعد خود مفهوم سرمایه مالی هم اختراع من نیست، ایر در داخل کتاب امپریالیزم لینین میبینیم و لینین به شدت و با دقت تمام ایر توضیح داده. بعدن هم سرمایه مالی در درون کارهای لوکاچ، درون کارهای لوکزامبور، آدمهای مختلف کار شده. و جالب اینه که در حال حاضرم در گفتمان چپ در سراسر جهان دوباره به نوعی از ظهور نو سرمایه مالی روبرویم، نوعی از انباشت اولیه
احیا شده. به این در افغانستان اگه خواستیم برای شما مثالی میزنم، نولیبرالیزمی که در حال حاضر در افغانستان حاکمه، منشأ انیمی انباشت اولیه که از سال 80 1380 شکل گرفته تا حال، انیمی خود از الگوبرداری از کارهای فریدمن بوده، چیزی بوده که آمریکا این توسط کنفرانس بون این به جبر بر دولت تازه تاسیس افغانستان حاکم ساخته و انیمی سازوکار همالی هم در افغانستان حاکمه. در مورد نولیبرالیزم هم من در کتاب تبلیغ که کلن مسئله همی 20 سال اخیر بررسی کردم و در او مورد توضیح دادم، میتونیم به او مراجعه کنیم. بعد از این سوال که بگذاریم، من فقط تستر چیز بگذارم از اینا دیگه. در مورد مفهوم شکست که گفتن سوسیالیزم در سراسر جهان شکست خورده بود و شکست خورده، بشرمل کلن در مورد از این صحبت کرد، ولی من یک مسئله به اون نکات که بشرمل گفت اضافه میکنم. خصلت جنبش های اجتماعی، یکی از مؤلفه های جنبش های اجتماعی شکسته. یعنی اساساً جنبش زمانی که نقطه شروع رو زده میشه، شما باید در اون شکست بپذیرید. شکست یکی از خصیصه های جنبش های اجتماعی، نه جنبش چند، جنبش های اجتماعی در کل. نمونی رو من با شما میگم، نمونی خیلی نزدیک به ما، جنبش روشنایی شکست. این جنبش هرچی بیشتر شما ابعاد شکست از این باز میکنین، بیشتر به نظر من تحرک و جنبش و حرکت و آینده نگری باید به نسل جوان بده. شکست جنبش روشنایی به نظر من یک موفقیته. و این البته اینم نمیگم به عنوان یک کسی که بر روی بحث خود خود تحکم داره و تاکید داره، نه، بر پایه فلسفه هگل هر ایجابیت توسط یک نوعی از نفی احیا میشه و هر نوع نفی توسط یک نوع ایجابیت احیا میشه و اینا با هم دیگه گره خورده هم. و شما میتونین دیگه در اصل تجربه زیسته شماست که حکومت طالبا ایجابیت یا نیمی حکومت کنونیه با کل این فساد بوده سازوکار از این. پس هر چپی باید از شکست حتی استقبال کنه، اون بخشی از پروسه کار جنبش خود رو بده. به این البته تنها شامل چپ نمیشه، تا شامل احزاب اسلامی راستگران میشه. دیگه نکته ای که استاد خیلی رو تاکید کردن و من واقعا دوست داشتم یک مجال پیدا بشه از این صحبت کنم، این مسئله دفاع از حزب دموکراتیک خلق افغانستان که به هیچ جای کتاب هیچ کس نمیتونه نشون بده که من از جریان دموکراتیک خلق افغانستان دفاع کردم، جز این اون چیزهایی که بشرمل گفت، نکات اصلاحی و انقلابی که اینا در اوایل تطبیق کردن، جز اونا من از هیچ چی بگیم عنصر و اتم حزب دموکراتیک خلق دفاع نکردم در هیچ جا. برای همین نتیجه شکست حزب دموکراتیک خلق منطقا نمیتونه نتیجه شکست جریان چپ باشه. دیگه در مورد حبیب الله کلکنی، من یک مقاله همین روزا نوشته کردم دادم به رادیو زمانه، هنوز نشر نکرده، رادیو زمانه، به نام از رعیت به شهروند، در مورد جس به مسابقه حافظه تاریخی. به اونجی باز دوباره رجوع کردم به حبیب الاسلام، نشری که به دوری حبیب الله کلکنی نشر میشه. من قطعا اون دوستایی که من میشناسم میفهمن که من تقریبا 10-12 سال تاریخ میخوانم و هرچی هم میخوانم فرهنگ و غبار نیست، هرچی میخوانم نامه و مکتوب و این چیز هست. قطعا من در جایی ندیدم که حبیب الله کلکنی جز انیمی جستا، مفاهیمی که من داخل از اون مقاله آوردم، مثل ملت مسلمان، رعیت آزاد، ملت عزیز، ای واژه، برادران مسلمان، جز ای واژه من در هیچ جا به صورت سمبولیک هم جریان حبیب الله کلکنی من ندیدم که طرفداری کرده باشه از جریان دهقانی یا چیزایی از این. اصلا از پایه ی آدم خبر نداشت که چی هست اصلا جریان های توده‌گرا در کل. من چنین چیزی ندیدم، نه در حبیب الاسلام، نه در نامه‌هایی که به ولایات می‌نوشت حبیب الله.
ولی واضحه که باز کسایی که من میشناسم میفهمن که من هیچ زاویه‌ای با این آدما ندارم، یعنی به من فرقی نمیکرد. اگر واقعا صحبت میکرد من از او واقعا نامیر میآوردم و میگفتم که قبل از نادر خان کارهایی کرده بود. خب در مورد چی که بشر من صحبت کرد، در اون که جنبش چپ زاده روستاست یا از خارج از کشور آمده، اون که فکر میکنم خواهشم اینه که کتاب را دقیق بخونیم، مدلی که بشرمل خونده دقیق آرام و بگذارین کتاب بره، باید به خورد آدم بره، باید کتاب سه ماه طول کشه خوندن، باید دقیق بخونیم تا بفهمیم که واژه هایی که ما اونا رو توضیح دادم واقعا از بستر تضادهای اجتماعی افغانستان برخیسته و ساخته من نیست، ساخته حزب توده نیست، ساخته مثلا شوروی اینا نیست. خب در مورد جناب آریان که گفتن که این حمید اون مقاله اولی که در مورد فقر و بیچارگی و اینا سلیمی به مو دلیل گم شد و تا حالا هم گمه، سردبیر روزنامه اسلام گم متنه که ما آوردم، گفتن که تو گفتی با آقای سوسیالیسم همیر از کجا بودی؟ این من از جلد دوم چاپ نشده قبار که اون زمان توقیف شده بود، خود قبار میگه که سلیمی به این دلیل فرار کرد که نادرخان گفته بود که این از این نوکرهای شورویه و این اندیشه های شوروی و اندیشه های سوسیالیستی ما به افغانستان تطبیق کنه، به این دلیل سلیمی فرار کرد و این حمید که ما نمیفهمیم کی هست زندانی شد. برم این بارقه های سوسیالیزمی که من آوردم دقیقا بر پایه گپایی که قبار زد. در مورد نام کتاب خیلی ها با من صحبت کردن که این نام همین سوسیالیزم یا سوسیالیزم یا توحش. یک از بچه ها از غرب به من گفت که این که هست سوسیالیزم یا توحش، چون سوسیالیزم و باربریزمه، چرا یه نوشتی یا سوسیالیزم یا توحش؟ خب چون در فارسی خون واضحه که اگه شما بگید سوسیالیزم یا توحش، یای وسط در اصل اینا رو همخوان میکنه، این همان میکنه. برای من یای اول بردم. دومی که همیرم من خود من همیرم من فکر نکردم. این مرتضی مویید با ترجمه کتاب مزاروش آورده بوده یا سوسیالیزم یا بربریت، از کتاب او گرفتم. سومی که چرا این نام رو دادم؟ دقیقا به خاطر وضعیت که ما در او قرار داریم، به خاطر انیمی کلی انیمی امی نامی که من آوردم کاملا یک حرکت سیاسیه، کاملا و میفهمیدم که این نام خیلی زیاد با محتوای کتاب چی نمیاد، یعنی کتاب آرام آرام با مخاطب صحبت میکنه اما نام خیلی انقلابی و رادیکاله و این وقتی مخاطب نام کتاب رو میبینه و وقتی که با خود کتاب خوی میگیره اینا با هم جور نمیاد، اما این یک حرکت کامل. من میخواستم در داخل عنوان کتابم اینمو زربر به مخاطب بزنم، یعنی مخاطب تکان بخوره بفهمه که در چی وضعیت زندگی میکنه در حال حاضر، به این جامعه چی حاکمه، صنعت فرهنگ آریانا سعید مچون غزال عنایت مچون آرش بارز، تو باید بفهمی که توحش یعنی این چیزی که تو در او داری زندگی میکنی و او چیزی که آقای آریان گفتن که توحش معادل گرفتن با ارتجاع، که یعنی فکر کردن که مثلا من باورم اینه که یا نظام سوسیالیستی یا هر چیزی که خارج از نظام سوسیالیستی است توحشیه، این چنین چیزی نیست. او مثالایی که اینا از غرب و اسکاندیناوی و آمریکا و اینا زدن به نظر من دقیق نیست. توحش در درون پایان‌ترین متأخرترین مرحله سرمایه‌داری بیداد میکنه شما اعمال واژه حداقل واژه بردگی مدرن شنیدین که مربوط میشه به جوامعی که انسان‌ها رو از جوامع شرقی به بهانه‌های مختلف یکی از اونها کارگری جنسی اینا آدم‌ها رو می‌برن به اونجی و از اینا سوء استفاده میکنن. پس توحش، بررسی توحش واقعا کار پیچیدیه، اما میمونه این طرف مسئله ای که خب تو میگی یا سوسیالیسم یا توحش، چرا مطلق انگاری، یعنی چرا میگی یا باید سوسیالیست باشی یا باید توحش بپذیری؟ ببین سوسیالیسم چیه؟
سوسیالیسم یعنی چی؟ سوسیال یعنی چی؟ خب واضحه که همه چیز برمیگرده به یک کانون، یعنی مردم. یعنی یا تو با مردمی یا وحشی، یا تو در جامعه قرار داری و ضوابط و قوانین امر مشترک همو جامعه رو میپذیری، یا تو وحشی. یعنی وحشی به این معنا که تو مربوطی به جنگل دیگه، تو مربوط نیستی به قوانینی که در درون امر مشترک شکل میگیره. فقط مسئله اینه که این قوانین باید توسط مردم، توسط جامعه شکل بگیره، نه توسط دولت، نه توسط حزب، نه توسط ارتش و نه توسط جمهوری داوودخانی. پس کل مسئله اینه که اگر تو امر مشترک جمعی نپذیری